سلام. امروز میخواییم درباره یه گلی حرف بزنیم که مطمئنم خیلی ها توی خونه دارین. فردوس های خوشگل. فردوس ها بچه ها گیاه هایی هن که اول اسمشون رو بگم. ما به اسم فردوس میشناسیم، اما سینادنیوم گرانتی اسم علمیشون هست. این گیاه های گوشتی هستن که به کم آبی به نسبت مقاومن. پس اگر توی خونه دارین درباره آبیاری حواستون رو جمع کنین، خیلی هر روز بهشون آب ندین، حتما اجازه بدین خاک یه کمی خشک بشه و بعد آبیاری مجدد انجام بدین براش. رطوبت دائمی خاک باعث میشه که این گیاه ها برگ‌هاشون زرد بشه، بریزه و به مرور پوسیدگی ریشه پیدا کنن و گیاهتون رو از دست بدین. پس حواستون به آبیاریش باشه. اما درباره نورش که کجای خونه بذارین، بهترین نور برای فردوس نور غیر مستقیمیه که از پشت پنجره جنوبی ساختمان دریافت میکنه. هم نور کاملی هست و هم غیر مستقیم و نیاز نورش رو برطرف میکنه این نور. اگر جایی باشه که نور خیلی خوبی دریافت کنه، نور زیادی بگیره، برگ‌ها اینجوری رده های قرمزشون بیشتر میشه و خب خوش رنگ‌تر میشن. و اگر جایی گذاشتینش که نور کمتری داره، حتما میبینین که گیاهتون سبز برگ‌ها مثل این و حالا اون رگه های قرمز خیلی خیلی کم پیدان. خاکی که باید فردوس رو توش بکارین، خاک نیمه سنگین هست. کوددهی براش ماهی یک مرتبه انجام بدین با کود 320 یا کود کامل یا پتاسبالا. هر سه اینها رو میتونین براش استفاده کنین. اگر میبینین که برگ فردوس ها شروع به لوله شدن کردن، شک کنین که جای فردوستون جای گرمیه یا اینکه آبیاری نامناسبی داره. و اگر نجای گرمی گذاشتنش و مطمئنین که آبیاری درست انجام دادین براش، به آفت داشتن گلتون شک کنین. آفت هایی که میگیره این گیاه آفت شپشک هست، آفت کنه قرمز و شته هست که باید براش سمپاشی انجام بدین اگر این آفت ها رو داره. اما نکته ای که درباره فردوس باید رعایت کنین اگر توی خونه دارین و میخواین یک گل خیلی پرپشت خوشگل داشته باشین، اینه که حتما جایی بذارینش که گردش هوای خوبی توی محیط وجود داشته باشه. اگر جریان هوا خوب نباشه، گردش هوای مناسبی نداشته باشه محیطتون، فردوس برگ‌هاش شروع به ریختن میکنه. این تا اینجا میریم سراغ قلم زدنش که خیلی از شما علاقه مندین بهش و همیشه میپرسین. فردوس رو از بهار تا تابستون میتونین قلمه بزنین. بعد از قلمه زدن اجازه بدین که این قلمه ها 24 ساعت بمونه و بعد بکارین. شیره ای که ازش خارج میشه خشک بشه. اما ببینین گلایی مثل فردوس، مثل کاغذی، نمیدونم مثل گل ختمی، محبوبه شب، اینا وقتی اینا رو قلمه میزنین یه کمی توی نگهداریشون با سایر گلای آپارتمانی تفاوت داره. حالا تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون میزان آبیاری و رطوبتیه که نیاز دارن. مثلا پتوس گل رطوبت دوستیه و به نسبت قلمه هاش رو هم که وقتی میزنیم خاکش باید مرطوب بمونه، رطوبت خوبی محیط داشته باشه. ولی فردوس رو خیلی نباید آبیاری کنین بعد از قلمه زدن. اجازه بدین خاکش یکم رو به خشکی بره، بعد براش آبیاری انجام بدین و نور مناسبی داشته باشه، اما جای گرمی نذارین تا قلمه هاتون خراب نشن. نکته مهمیه، بهش دقت کنین. خب برای قلمه زدن میریم سراغش. حالا اینو قلمه بزنیم یا این به نظرتون؟ خب من انتخاب کردم که اینو قلمه بزنیم. جدا میکنیم گلمون رو یک قسمتیش رو. حالا احتمالاً گلای شما خیلی مثلا شاید پرپشت‌تر باشه، شاخه‌های بیشتری داشته باشه، اینجوری میتونین هرسش هم بکنین. خب میبریم گلمون رو، ببینین شیره از تهش چقدر میاد. حواستون باشه این شیره حالت یکم سمی دارن، اگر به دستتون مالید نخورین یا اینکه به چشم و اینا نمالین اذیت میشین. خب برای تیکه تیکه کردنش حتما 2 تا 3 بند رو داشته باشه گلتون و یک بندش هم که حتما توی خاک باید باشه.
حالا این برگا خیلی نزدیک به همن، من شاید تعداد برگای بیشتری داشته باشه که جدا میکنم. خب سرقلمه رو هم اجازه میدم که اینجوری بمونه، اما برگای اضافهش رو باید جدا کنیم. با چقدر که شیره داره، منم که هیچ موقع عادت ندارم دستکش دستم کنم. خب حواستون باشه سر و ته نکارین گل رو که خراب میشه باز. برگ‌های اضافی رو میزنیم. حالا من یه دونه شو برای شما امتحانی قلمه میزنم، ولی حتما اجازه بدین این شیره ها بمونه 24 ساعت بعد قلمتون رو بکاریم. خاکی که قلمه رو توش میزنیم خاک کوکوپیت ترکیب با ماسته هست، حتما خاکتون یک کمی ماسته داشته باشه تا بهتر جواب بگیریم. و بعد از چند ماه که ریشه دار شد قلمه ها و دیدین که شروع به رشد کرد قلمه، اونو به خاک اصلی انتقال میدین. خب یک کمی از ترکیب کوکوپیت و ماسته رو توی گلدون میریزیم به این شکل، قلممون رو داخلش میذاریم. حالا باید چند تا قلمه توی گلدون باشه، من چون اینو فقط امتحانی دارم میکارم اونا رو میخوام اجازه بدم که خشک بشن و بعد کاشته بشه دیگه، همین یه دونه رو میذارم. ترجیحاً سرقلم هم جدا بکارین چون ممکنه زودتر ریشه بده براتون و میتونین زودتر به گلدون خودش انتقالش بدین. این هم از تکثیر فردوس. اگر سوالی دارین بچه ها کامنت بذارین بپرسین. ممنون که همراه منین و خدا نگهدار.